أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بارها بارهای دیگر هم عرض کردم، اولش باید به خودم عرض کنم، دومش به شما عرض کنم، این است که آدم حرف بلد باشه، با حرف بلد بودن به جایی نمیرسه. با یه ذره، فقط یه ذره از اون حرفایی که بلده عمل کنه، با اون یه ذره عمله ممکن است به جایی برسه. فرهنگ ما به صورت شعر شاعرای درجه اول هم در آمده دیگه. به عمل کار براید، به عمل کار براید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنهُ. یه طرحی در ابتدای خلقت در داستان جنگ بین آدم و شیطان، جنگی که بین آدم و شیطان پیش آمد. ببینید در ادیان تحریف شده گذشته، از جمله زرتشتی گری که امروز هم میکوشن برای نشرش، در اونجا جنگ بین خدا و شیطان است، حالا با نام خاص خودش، اهورامزدا و اهریمن، جنگ بین خدای تبارک و تعالی، حالا با نام اهورامزدا و شیطان است. در اسلام جنگ بین خدا و شیطان نیست، جنگ بین انسان و شیطان است. جنگ بین انسان و شیطان است. حالا اینجا آیم یه چیزی اشاره به این مسئله شاید توش داشته باشه. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه. یک طرحی در ابتدای خلقت شیطان برای انسان ریخت، گفت خدایا فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت تو همه شون رو اغوا خواهم کرد، همه شون رو، الا عبادک منه المخلصین، مگر بندگان مخلص، به اونا دستم نمیرسه، اما سایرین رو، این سایرین خیلی ها، هیچ کس از دست شیطان زخم نخورده از این عالم عبور نمی کند. حالا به اون میرسیم. حالا یه طرح دیگه است، یه چیز دیگه است. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه. ابلیس طرحی که برای انسان در ابتدای خلقت ریخته بود توانست اجرا کند. صدق علیهم ابلیس و ظنه. گمانی که ابلیس در مورد انسانها داشت تصدیق کرد، اجرا کرد، تونست اثبات کند طرحشو، تونست اثبات کنه، تونست اجرا کنه. خب چی بود طرحش؟ فتبعوه الا قلیلا من المؤمنین، الا فریقا من المؤمنین، از او متابعت کردند آدمیان که طرح در مورد اونا بود، از او متابعت کردند الا یک دسته از مؤمنین. یک دسته از مؤمنین یعنی چی؟ یعنی دسته های دیگری از مؤمنین؟ نه، یک دسته خاصی از مؤمنین از او پیروی نکردند، بقیه از او پیروی کردند.
یه دسته پیروی نکردم، بقیه دسته ها ده ها دسته از مؤمنین و غیر مؤمنین از شیطان پیروی کردن، یه دسته فقط در عالم یه دسته از مؤمنین از شیطان پیروی نکردن. خب آیه بعد، و ما کان له علیهم من سلطان، و ما کان له علیهم من سلطان، نبود برای شیطان بر ایشان سلطنتی. شیطان بر انسانها سلطنت نداشت، نمیتوانست داشته باشد، نباید داشته باشد، الا به یک خاطر، به یک دلیل، الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک. نباید برای شیطان بر انسان سلطنتی باشد، ما سلطنت دادیم به یک دلیل، برای اینکه معلوم بشود چه کسانی به آخرت اعتقاد دارند و چه کسانی ندارند، چه کسانی به آخرت اعتقاد دارند چه کسانی ندارند. اگر کسی اعتقاد به آخرت داشت زیر بار سلطنت شیطان نمی‌رفت، هرگز زیر بار سلطنت شیطان به هیچ وجه نمی‌رفت. پس آن کس که زیر بار شیطان رفت و رو یک بار در طول عمرش یک بار زیر سلطنت شیطان، زیر پرچم سلطنت شیطان رفت، اون کسی است که مشکلی در ایمان به آخرت دارد. الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک. ما شیطان را بر انسانها سلطنت دادیم برای اینکه بفهمیم، برای اینکه بدانیم چه کسی نسبت به آخرت ایمان دارد، چه کسی ندارد، چه کسی شک دارد. و ربو که علا کلش این محیط حفیظ. خب اگر کسی ایمان به آخرت داشته باشد اصلا از شیطان پیروی نخواهد کرد. اگر ایمان به آخرت آدم داشته باشه از شیطان پیروی نخواهد کرد. ایمانش به این اندازه باشد که به آن بتوان ایمان گفت، یعنی در ترازوی درستی قبولی بگذارند، ایمان آن را او را به درستی میپذیرند، معیار دارد، حد نصاب دارد. هر کس که حد نصاب از ایمان را دارد زیر بار شیطان نخواهد رفت. پس اگر آدم لغزید، ولو یک بار لغزید، دو بار لغزید، گاهی می لغزد، گاهی بیشتری فرمانبری می کند، گاهی می لغزد، این نشانه یک خدشه در ایمان است. اگه کسی 100% نه در درجه اعلا مثل سلمان نه، اما به حد لازم، اگه کسی به حد لازم ایمان دارد زیر بار شیطان نمی رود. زیر بار شیطان می رود یا نمی رود یعنی چی؟ به زبون خودمون بخوایم بگیم باید بگیم یعنی چی؟ یعنی گناه می کند؟ نمی کند. یه امتحان سختی پیش اومده، سخت نداری؟ از اینجا سخت نداری؟ هر کسی به آخرت ایمان دارد امتحان سخت و راحت فرق نمی کند، نمی لغزد، نمی لرزد، پاش سر نمی خوره. ایمان به آخرت آدم را حفظ می کند. اگر اندکی یه ذره‌ای گوشه‌ای از ایمان آدم خدشه‌دار باشد، این یه جایی یخی آدم رو می گیره و آدم گول شیطان را می خورد، در برابر شیطان به زمین میخورد، لغزش میکند، گناه میکند. ببینید چقدر روشن
آدم یا مؤمن است به حدی که ایمانش قبوله، به ایمان قبوله، او را به ایمان داشتن قبول دارند، معیار ایمان را دارد. هر کس که معیار ایمان را دارد، حداقل نصابا، ببینید در نصاب گوسفند گفتن که نصاب زکات 42 گوسفند اگر باشه یه دونش زکاته، این حداقل نصابه، حداقل نصاب در زکات. مثلا در طلا این مقدار باشه، در نقره این یه نصابی داره. حداقل نصاب از ایمان این است که آدم گناه نکند. اگه این حداقل نصاب نداره ما خطر داره، ممکن است یه وقتی مثل امتحانات بزرگ زمان ما، زمان ما امتحانات خیلی بزرگ اتفاق افتاد، امتحانات بزرگ زمان ما بلغزه و بلغزه. یا خدای نکرده یه گناهی براش پیش بیا که نتونه جمعش کنه. چون اگه آدم تونست گناهشو جمع کنه، یعنی جبران کنه، خب جبران کرده دیگه، حل شد مشکل گناه، حل شد. وقتی شما جبران کردی، من جبران کردم، حل شد. وقتی نتونستم جبران کنم، یه وقت دیگه. و حالا اینم عرض کنم که خیلی این مهمه، اگه آدم به خودش قره نشه، به خودش عجب نکنه، پاش توی چاله گناه نمیرود. این داستانیست خودش برای خودش. من فکر کنم فلان میخورم زمین. حالا به این کار نداریم، برگردیم به بحث خودمون. شیطان طرحی که در ابتدای خلقت ریخته بود برای افراد انسانی، که من گفتم من ریشه‌کن میکنم، انسان ریشه‌کن میکنم، البته این رو خدای متعال نگذاشته، نمیگذارد که ریشه‌کن کند انسان رو، کمک میکند. اما اگر شما دست تو به دامن خدا بگیری، او هیچ وقت لغزش نمی کنی، هیچ وقت. حالا این برای ماها مقدوره. فرمودن اگر توکل کند، وقت توکل کند، هیچ وقت، هیچ وقت شیطان زورش به این نمیرسه، اصلا در هیچ شرایطی. خب توکل کردن یک کمی سخت‌تره، اما نه، آدم به خدا پناه ببره، به خدا که ما میتونیم به خدا پناه ببریم. یه وقتی خطر شیطان پیش میاد، به خدا پناه ببریم، به خدا پناه ببریم حتما کمک میکنه. یه امتحان بزرگی پیش اومده، حالا مثالم عرض نمیکنم، امتحان بزرگی پیش اومده و من به خدا پناه میبرم، حتما بدانید شیطان نمیتواند. پس آدمی که به خدا پناه برده است بر نمیاد. باز از اینا میگذاریم. در هر صورت یه طرح شیطان برای انسانها در ابتدای خلقت ریخته بوده، لأحتنکن ذریته.